سلام به همگی. فیلمی که امروز معرفی می‌کنیم یه فیلم کمدی محصول سال 2015 از کشور آلمانه به اسم ببین کی برگشته. اول فیلم با تصویر آدولف هیتلر که رو زمین دراز کشیده شروع میشه. اون گیج شده و براش عجیبه که هواپیماهای دشمن بالا سرش نیستن. کمی بعد یه توپ پلاستیکی میاد سمتش. از رو زمین بلند میشه و سه تا بچه جلوش میبینه. ازشون آدرس خیابون اصلی رو میپرسه، اما قبل از اینکه جوابشو بدن یه خبرنگار به نام فیبین از اون بر صداشون میکنه. هیتلر میخواد خودشو برسونه پناهگاه و تو مسیرش دنیای مدرن رو میبینه، اما فکر میکنه اینا همه مربوط به جنگه. هر کسی هم که میبینتش فکر میکنه بازیگره. هیتلر میره پیش یه زن و ازش تاریخ اون روز رو میپرسه، اما زن میترسه و به صورتش اسپری میزنه. بعد یه روزنامه پیدا میکنه و وقتی چشمش به تاریخ روی روزنامه میفته بیهوش میشه. در همین حین رئیس خبرنگارا کریستوف رو واسه دستاورداش تشویق میکنه، اما میگه از این به بعد یه زن دیگه به نام کاتجا قرار مدیرعامل جدید باشه. کریستوف عصبانی میشه و بدون هیچ دلیلی زیر دستش فیبین رو اخراج میکنه. تو خونه فیبین مستندی که اون روز صبح فیلمبرداری کرده رو میبینه و وقتی چشمش به هیتلر میفته تصمیم میگیره بره پیداش کنه. در ادامه هیتلر داخل یه مغازه به هوش میاد و فکر میکنه دشمن اونو دزدیده. شروع میکنه به خوندن یه روزنامه ترک، اما شوکه میشه وقتی میفهمه ترک ها اجازه دارن بیان آلمان. اینجاست که میفهمه آلمان امروزی خیلی با اونی که قبلا میشناخته فرق داره. به این نتیجه میرسه که دوباره برگشته به دنیا تا کار نیمه تمومش رو تموم کنه و کشور رو نجات بده. بعد به پیشنهاد صاحب مغازه لباساش رو تحویل خشکشویی میده و یه دست لباس موقت ازشون میگیره. وقتی از خشکشویی برمیگرده، فیبین بهش پیشنهاد میده که با هم آلمان گردی کنن و یه مستند بسازن، اونم قبول میکنه. در طی سفرشون هیتلر با مردم حرف میزنه و بهشون قول میده تمام مشکلاتشون رو حل کنه. فیبین هم از تمام این صحبت‌ها فیلم میگیره. یه روز میرن به یه مزرعه. اونجا یه سگ هیتلر رو گاز میگیره و اونم به سگ شلیک میکنه. بعد یه مدت پولشون تموم میشه و نمیتونن از کسی قرض کنن. واسه همین تو خیابون نقاشی میکشن و بعد از پول جمع کردن به سفرشون ادامه میدن. تعداد زیادی از مردم هم ویدیوهاشون رو نگاه میکنن. وقتی برمیگردن برلین، فیبین هیتلر رو به رئیساش معرفی میکنه. هیتلر ازشون میخواد کمکش کنن آلمان رو نجات بده، ولی اونا جدی نمیگیرنش و به جاش تصمیم میگیرن توی یه برنامه کمدی ازش استفاده کنن. اونجا هیتلر با یکی از کارکنا به نام کرومیر آشنا میشه. تو برنامه‌های کمدی هیتلر به خاطر حرفا و نقشه‌های سیاسیش معروف میشه و رؤسای شرکت تصمیم میگیرن اون تو همه برنامه‌هاشون حضور پیدا کنه. مدتی بعد با فیبین میرن از یه پایگاه سیاسی بازدید کنن. هیتلر مسئول اونجا رو تحقیر میکنه و معتقد تا حالا دستاورد مهمی نداشته. از اون طرف چند تا پلیس میرن شرکت و میگن ازشون شکایت شده چون قانون نفرت پراکنی رو نقض کردن. بعد کاتجا با هیتلر صحبت میکنه و درباره گذشتش سوال میپرسه، اما فکر میکنه همه جوابا شوخیه. کریستوف از این وضع ناراضیه و وقتی فیلمی که هیتلر توش به سگ شلیک کرده بود رو میبینه تو برنامه زنده پخشش میکنه. تماشا کننده ها خیلی عصبانی میشن. در نتیجه فیبین، کاتجا و هیتلر کارشون رو از دست میدن، اما کریستوف به خاطر افشاگریش ترفیع میگیره. از اون به بعد هیتلر با فیبین تو خونه مامانش زندگی میکنه و یه کتاب به نام ببین کی برگشته مینویسه که درباره تجربیاتش تو قرن 21. کتابش خیلی پرفروش میشه و فیبین تصمیم میگیره با کاتجا یه فیلم ازش بسازه. در همین حین کریستوف و همکاراش جلسه میذارن تا درباره درآمد کم شرکت صحبت کنن. یکی از افراد پیشنهاد میده هیتلر رو دوباره استخدام کنن. کریستوف هم میره پیش فیبین و بهش پیشنهاد پول میده. در ازاش میخواد شرکتش تو پخش فیلمشون نقش داشته باشه. در ادامه وقتی هیتلر میره خونه کرومیر، مامان بزرگش اونو میشناسه و به خاطر کشتن آدمو ازش متنفره. بعدم با عصبانیت از خونه بیرونش میکنه. تو راه برگشت هیتلر ناراحته که کرومیر یهودیه
و کلی از یهودیا بد میگه. وقتی فیبین حرفاشو میشنوه خیلی ازش ناامید میشه. بعد از این هیتلر میپرسه چطوری از اینجا سر در آورده، اما اون چیزی یادش نمیاد. توی صحنه بعد چند تا از طرفدارای هیتلر کتکش میزنن چون فکر میکنن بازیگره و داره هیتلر واقعی رو مسخره میکنه. تو بیمارستان کاتجا بهش میگه کتک خوردنش باعث میشه دل مردم براش بسوزه و دوباره معروف بشه. فیبین هم داره فیلمای اولیه رو نگاه میکنه و درست قبل ظاهر شدن هیتلر متوجه یه حاله انرژی تو پس زمینه میشه. میره همون جایی که اون حاله رو دیده و متوجه میشه برگای اون قسمت سوختن. یه تابلو هم میبینه که آدرس پناهگاه تاریخی نازی‌ها رو نشون میده و میفهمه هیتلری که میشناسه واقعیه. میره بیمارستان دنبالش، اما کاتجا بهش میگه هیتلر سر صحنه فیلم برداریه. فیبین سعی میکنه بهش بفهمونه هیتلر واقعیه، ولی کاتجا باور نمیکنه. اونم عصبانی میشه و اتاق بیمارستان رو به هم میریزه. وقتی هیتلر رو پیدا میکنه تفنگش رو میگیره سمتش و بهش میگه یه هیولاست. اونم در جواب میگه اگه من هیولام پس تمام کسایی که بهم رأی دادنم هیولان. فیبین بهش شلیک میکنه و اون از ساختمون پرت میشه پایین، اما دوباره پشت سر فیبین ظاهر میشه و بهش میگه هیچ وقت نمیمیره چون همیشه به عنوان یه بخش از هویت آلمانی ها باقی میمونه. یه دفعه همه تشویقش میکنن و معلوم میشه کل این صحنه یه بخش از فیلمشون بوده. تو اون صحنه بازیگر فیبین هم در واقع یه مرده که ماسک فیبین واقعی رو واسه نمایش زده. در همین حین فیبین اصلی به خاطر صحبتاش درباره واقعی بودن هیتلر تو تیمارستان بستریه. هیتلر خیلی معروف شده و حس میکنه قراره به زودی دوباره یه سیاستمدار قدرتمند بشه چون خیلی طرفدار پیدا کرده. تو صحنه آخر همینطور که چند تا تصویر از گروه‌های سیاسی نشون داده میشه زیر لب میگه من از پسش برمیام و فیلم به پایان میرسه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.